31 روز خرداد ماه برابر با 21 ژوئن زادروز ژان پل سارتر، فیلسوف، اگزیستانسیالیست، رمان نویس، نمایشنام نویس و منتقد فرانسوی که برنده جایزه نوبل شد ولی چون از پذیرفتن پاداش نقدی آن خودداری کرد بر شهرتش افزوده گردید. به طور کلی در زندگی حرفه‌ای سارتر دو دوره وجود دارد. اولین دوره پس از نوشتن آثار معروفش هستی و نیستی و رمان تهوع که به آزادی بنیادی انسان اعتقاد داشت و باور داشت انسان محکوم به آزادی است، و دوره دوم که به عنوان روشنفکری فعال از نظر سیاسی شناخته شد و خودش را صرف مطابقت دادن ایده های اگزیستانسیالیستیش کرد. سارتر معتقد بود که انسان باید خود سرنوشتش را تعیین کند و مطابق با اصول کمونیسم باور داشت که نیروهای اقتصادی اجتماعی جامعه که از کنترل انسان خارجند نقشی حیاتی در تعیین مسیر زندگی اشخاص دارند. سال 1360 خورشیدی برابر با 1981 میلادی در گذشت مصطفی چمران ساوجی، مشهور به دکتر مصطفی چمران، که پس از اتمام تحصیلاتش در دانشکده فنی دانشگاه تهران با بورس تحصیلی راهی آمریکا شد و انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا را پای ریزی کرد. سپس به لبنان رفت و در آنجا به همراه امام موسی صدر سازمان عمل را تشکیل داد. او پس از انقلاب سال 57 ایران به کشورش بازگشت و به آموزش نیروهای سپاه پرداخت و در همان دوران هم از سوی مهندس بازرگان به معاونت نخست وزیری دولت موقت در امور انقلاب منصوب گردید. کمی بعدتر پس از موفقیت چشمگیر او در پاوه، آیت الله خمینی مسئولیت وزارت دفاع را نیز به او سپرد. با آغاز جنگ ایران و عراق، چمران راهی اهواز شد و ستاد جنگ‌های نامنظم را بنیان گذارد و با تلاش‌های بسیار هماهنگی‌های لازم بین نیروهای ارتش، سپاه و نیروهای داوطلب مردمی که در منطقه حضور داشتند را ایجاد نمود. از دیگر مسئولیت‌های وی می‌توان به نمایندگی از سوی مردم تهران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آیت الله خمینی در شورای عالی دفاع اشاره کرد. مصطفی چمران سرانجام در مسیر دهلاویه سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پشت سرش کشته شد. سال 1392 خورشیدی برابر با 2013 میلادی در گذشت عبدالعزیز فرمانفرمایان، معمار، استاد دانشگاه تهران و از بنیانگذاران نظام مهندسی جدید در ایران، وی که از نوادگان عباس میرزا شاهزاده قاجار به شمار می آمد، تحصیلاتش را در دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس به اتمام رسانید و به ایران بازگشت. او ابتدا در گاراژ پدرش کار طراحی را آغاز نمود و پس از چندی به یکی از آتلیه‌های دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران راه یافت تا زیر نظر محسن فروغی همراه با مهندس آفتندلیان، هوشنگ سیهون و حیدر غیایی به کار و تدریس مشغول شود. از فرمانفرمایان آثار بسیار به جا مانده که از آن جمله میتوان به آثاری چون استادیوم ورزشی آزادی، فرودگاه مهرآباد و موزه فرش تهران اشاره کرد.